ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کنم باز. سلام و درودی به پایان بهرتان، پدران و مادران، برادران عزیز و گرامی قدرم. بنده امروز تصمیم گرفتم بسیار یک قصه جالب و بسیار یک قصه تکان دهنده و دردناک را بهرتان پیشکش نمایم. قصه واقعی است، از زبان یک مادر، یک پیرزن بهرتان پیشکش خواهم کرد. دوستان عزیزم، قصه را تا آخر با دقت گوش کنید. دوستان عزیزم، پیرزن قصه را چنین بیان میکند که وقتی که 20 ساله بودم شوهرم برای خواستگاری من آمد. شوهرم بسیار انسان خوب بود، پولدار بود، مالدار بود، اما بازم این اگر بگویم که مرد پیران کلان سال بود، زن داشت، اما بسیار مرد خوبه بود. فرزند یا فرزندانش از دنیا می گذشتن. می گوید همگی برای این شوهرم یک پسرچه ماند. و من هم وقتی که در عقد و نکاح این شوهرم در آمدم، بعد از چند مدت می گوید این زنی شوهرم از دنیا وفات کردن. آن پسر بچه میگن نزد من ماندن. من میگوید آن پسر را نمیخواستم، من شوهرم را میخواستم. میگوید به این بچه اهمیت نمیدادم، این پسر را ظلم میکردم و به تازگی اون هم اهمیت نمیدادم. همیشه میگوید دست و روی اون بسیار کثیف بود. سپس میگوید بعد از چند مدت الله متعال برای من یک پسر داد و نامش را گذاشتم یوسف. پسر شوهرم نامش بود سلیمان. آن بیچاره میگوید بسیار مانند یتیمان بود، همیشه پیش پیش پای مردم و کسی به آن اهمیتی نمیداد. من هم باشد به آن اهمیتی نمیدادم. اما وقت برای فرزند خود یوسف جان بسیار غذاهای بهترین را آماده میکردم، اما برای سلیمان چیزی نمیدادم، آن را اهمیتی نمیدادم. حتی میگوید ظلمش را میکردم بالای اون پسر برای سلیمان و برای پدرش شکایت میکردم دائم که پسرت بدرفتار است و دیگر و دیگر. میگوید در اصل پسر خوبه بود، اما من مادر بدکار برای اون پسر برای سلیمان جان ظلم میکردم. پسر خود را اهمیت میدادم، برای مشقش، برای درسایش همه جهت اهمیت میدادم، اما برای اون پسر اهمیتی نمیدادم. سپس میگوید شوهرم نیز از دنیا گذشتن. وقتی که شوهرم از دنیا گذشت، این پسرش سلیمان 15 ساله بود. در این مدت 15 سال من برای او یگان خوبی نکردم، همیشه برایش ظلم کردم، عذابش دادم، از من مادر چیزی ندید آن پسر. پس از وفات شوهرم میگوید اون پسر یتیم را از خانه بیرون کردم، همه میراث اون شوهرم را برای خود تصرف کردم، گرفتم و برای همیشه برای یوسف جان فرزند خودم میگوید صرف میکردم. پسرم را خواناندم، تعلیم گرفت، برای به دانشگاه های بزرگ داخل شد، جای کار خوب هم پیدا کرد، با همسرم میگه صاحب زن شد، بهترین زندگی را برایش عطا کردم. وقتی میگوید ازدواج کرد، زن پسرم یعنی کلینم، کاری را که با سلیمان میکردم آن کار را برای من انجام میداد. تحمل کردن منی مادر برای اون کلینم بسیار سخت بود، تا اینکه صاحب فرزند هم شدن این کلینم. این کلینم میگوید بسیار مرا اذیت میکرد، سخنان قبیح و سخنان زهرآلود و بسیار سخنان زشت نسبت هم میگفت. میگفت تو جادوگر هستی و دیگر و دیگر، تو برای فرزند در این خانه تو شخص زیادی هستی. خلاصه کلام به سوی فرزندم گفت که این مادرت برای من زیادی است در این خانه، برای من مشکلی ایجاد میکند. کلینم میگوید تحمل نداشت مرا و فرزندم گفت مادرت را از این خانه بیرون ببر به جای دیگر که تحملش را ندارم. پسرم میگوید
مرا از خانه در پشت خانه میگه کلبه فقیرانه، کلبه خردکه که بود، مرا به اونجا برد. اما بزم این هم میگوید که لینا مرا طاقت نمیکرد، مرا روی دیدن هم نداشت. خلاص کلام بسیار کلینم برای فرزندم چیزهای زیادی نسبت من میگفت، مرا تحمل دیدن هم نمیکرد. آخر میگوید پسرم چون این تصمیم گرفت که تا آیلش برهم نخورد مرا به خانه پسر عمایم ببرد، در آنجا زندگی کنم تا که زندگیش برهم نخورد. میگوید مرا به خانه پسر عمایم که بر، در آنجا آنها نیز بسیار وضع خراب داشتند، فقیر بودند، اما به هر حال مرا در آنجا جای دادند. اما من میگوید بسیار غمگین بودم، روز و حال نداشتم بسیار، اما آرزوی مرگ را میکردم بعضی حال، بسیار غمگین بودم. میگوید روز پسر عمم آمد و گفت ای مادر، یک شخصیتی آمده است، یک پسر، یک جوانی آمده است، شما را پرسان میشود. فکر کردم که من کی دارم، پسرم است که نمی آید، نبره هایم که هستن آنها را مادرشان هرگیز اجازت نمی دهند که برای دیدن من بیایم. از در فکر فرو رفتم، اما به هر حال میگوید پرسان شدم کی هست؟ پسرم هست؟ گفت نه، از اون هم عزیزتر است. میگوید یک مدت انتظار شدم و یک جوان تنومند آمد و سلام داد و دستم را بوسید، گفت مادر جان مرا به خاطر دارید؟ گفتم نه عزیزی دلم، تو را به خاطر ندارم، کی هستی تو؟ جواب داد ای مادر، من سلیمان هستم، پسرت. این مادر میگوید کاش که سلیمان بر نمیگشت، اون را نمیدیدم، چون که اون را در طفلیش از خانه بیرون کرده بودم. وقتی گفت من پسرتم، یک احساس بدی در وجودم کردم. اون پسری که در طفلیش از خانه بدرش کرده بودم هنوز میگوید که من پسرت هستم ای مادر جان. سلیمان خواهش کرد، گفت ای مادر جان از شما یک خواهشی دارم، خواهش میکنم که رد نکنید خواهشم را. گفت چیز پسرم؟ گفت خواهش میکنم که با من به خانه هم برویم، با من زندگی کنید ای مادر جان. میگم مرا از اونجا گرفته به خانه خود ببر. در حالی که اون ازدواج کرده بود، صاحب همسر شده بود، فرزندان زیبایک و دستوریک هم داشتم. میگوید نبره های مرا بیبی جان گفته در آغوش گرفتم، بسیار خوشحال شدم. در آن خانه میگوید برایم بسیار عزیزی میکردن، بسیار مهربانی میکردن، یکان کمبودی نداشتم. و سلیمان پسرم میگه گفت که من مادر جان ماجرا را همه را خبر دارم، میدانم که برای شما چه شده است ای مادر جانم، چه سختی ها دیدید، چه روزهای بد را پسی سر کردید، همه را میدانم ای مادر جان. میگوید خوبی های پسرم بسیار برای من وزینی میکرد، بسیار دشواری میکشیدم، عذاب وجدان میکشیدم از خوبی هایی که برای من میکنم، که من در خردیم برای پسرم چنین عذاب ها و ظلم و شکنجه میکردم، اما اون پسری که از خانه بدرش کردم امروز برای من چگونه خوبی هایی میکند. عزیزان دلم، ما و شما هیچگاه فکر نکنیم که هر کاری که ما و شما میکنیم الله از اون کار غافل است، الله از اون کار نمیداند که ما چی کار میکنیم، هرگیز فکر نکنید. یک نکته بسیار جالب است که هر شخصی که کار خوبی بکند برای خود میکند، و هر شخصی که کار بد میکند بر ضرر خود میکند، برای بدی خود میکند. از قصه این پیرزن